سلام دوستای عزیزم، خدا کنه همگیتان خوب باشین. امروز روت جواری یا ذرت درست میکنم. اول مواد لازم 4 عدد تخم مرغ میندازیم، خوب مخلوطش میکنیم همراه همزن دستی و همزن برقی. بعد از او 1.5 پیمانه بوره یا شکر میندازیم. بعد از او 1 پیمانه شیر گرم میندازیم و به تعقیبش 1 پیمانه ماست مندازیم. خوب اینا را همه مخلوط میکنیم و همچنان 1 پیمانه روغن اضافه میکنیم. بعد از اینکه روغن انداختیم، خوب همیشه مخلوط میکنیم، مخصوصا شکر یا بوره باید درست حل شوند. وقتی اینا را انداختیم، 1 پیمانه آرد معمولی یا آرد سفید مندازیم، 1 قاشق چایخوری بیکنگ پاودر، 1/2 قاشق چایخوری بیکنگ سودا که اینجا نشان دادیم برتون، 1 قاشق چایخوری ایل مندازیم و 1 قاشق چایخوری ونیلا مندازیم. اگر ونیلا نباشه هم مهم نیست، چون هیل هم خوشبوی خود داره. کمی نمک هم اضافه میکنیم. خوب اینا رو مخلوط میکنیم و 5 پیمانه آرد جواری مندازیم که در سر پاکتش کورن میل نشته است که بسیار زیاد درشت هم نیست و آرد ترمیدی جواری هم نیست، فقط امو درشتیش متوسط است. 5 پیمانه مندازیم، آیسته آیسته مندازیم و مخلوطشان میکنیم. وقتی که مخلوط کردیم امو خمیرش نرم معلوم میشه، مهم نیست، چون وقتی که یخچال بر 1 ساعت مانده شد، خود امی آرد جواری امرای آرد سفید درست ترکیب میکنن و سخت میشن بعد از 1 ساعت. سرش بسته میکنیم و برای یخچال میمونیم برای 1 ساعت. خب دوستای عزیز، اگر میخواستین که جواری نازکتر بیایه، ضخامتش نازک باشه، در ظرف کلانتر ما میتونیم او رو پرتیم، مثل که این قسم نشان دادیم. ظرف چرب میکنیم و خمیر جواری را سرش هموار میکنیم و در سرش امرای برس کم شیر میزنیم که یک ذره کم جلادار بسازیش. بعد از او اگه میخواستین که ضخامتش دبلتر باشه، میتونین که در ظرف خورتر جواری را خمیرشه پرتین درست کنین، که ما 2 دفعه خمیر زیر درست کردیم. 1 دفعه یک قسم در پتنوس کلان برتان نشان دادیم و بر دفعه دیگه در ظرف های خورتر که اندازه و سایزشان را نشته کردیم در اونا نشان دادیم، که هر کدام شک خودتان خوش داشتین میتونین که استفاده کنین. خب دوستای عزیز، می قسمه که می بینین بر دفعه دوم است که درست کردیم. دفعه اول که نشانتان دادم در پتنوس کلانتر بود که در او انداختم و این بار دوم است که خمیر جواری را درست می کنم و در ظرف خورتر مندازم، که در ظرف خورتر امو اندازه جواری کم دبلتر می آید. هر قسمشه که خودتان خوش داشتین، از مخاطر برتون نشان دادم در ظرف کلان و در ظرف خرد. و همچنان در سرشان شیر امرای برس میزنیم. ما خودم دوست عزیز سیادانه و خاشخاش سر کلچه جواری یا روت جواری هیچ وقت استفاده نمی کنم.
شما اگه خوش داشتین میتونین که خوشخاش یا سیادو نپرتین. داشته به حرارت 350 درجه سانتیگرید یا 170 فارنهایت روشن میکنیم قبلا و میپذیمشان به تقریبا 30 دقیقه تا که رنگشان طلایی شود. دوست عزیز، بر روزای عیدتان حتماً ایره درست کنین و ما یقین دارم که میمونایتان از مزیش سیر نخواد شدن. پیشا پیش عید سعید فطر بر همه شما تبریک میگم و آرزومند استم که دسترخوان عیدتان مملو از عشق و محبت، صفا و صمیمیت باشد.